تلاش افغانستان برای جلب کمک های بیشتر دولت چین. جنوب آسیا اعلام کرده و افغانستان بسیار زیاد علاقه‌مند است که بتواند قسمتی از کمک‌ها را به کشور اکتبر سال 2014 میلادی. پرسا ابراهیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت از آریانا نیوز و آریانا. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از بازرگانان افغان در چین گفت که وی فرمان داده است تا تمام قوانین بازرگانی بررسی شود و مواردی که سبب موانع سرمایه گذاری در افغانستان می شود برطرف خواهند شد. در همین حال سخنگوی ریاست جمهوری می گوید رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر چین به توافق رسیدند تا از واخان بدخشان به عنوان دهلیز بازرگانی میان چین و افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. احمد فرشاد صالح که در کشور چین به سر می‌برد از آنجا گزارش دهیه کرده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدارها با نخست وزیر چین و رئیس پارلمان این کشور به توافق رسیدند تا گروه مشترک تخصصی را ایجاد کنند که برای عملی کردن توافقنامه‌های امضا شده دو کشور کار کند. آغاز کار دوباره مس عینک، پالایش نفت در شمال کشور و استخراج معادن زغال سنگ با تضمین امنیت جان سرمایه‌گذاران چینی از اولویت کاری تیم تخصصی. رئیس جمهور نیز از چین خواسته است از واخان بدخشان به عنوان دهلیز بازرگانی میان دو کشور استفاده شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در چین میگوید ما در صدد جلب کمک‌های بیشتر چین و افغانستان هستیم. شما خبر دارید که کشور چین در حدود 20 میلیارد دلار برای 20 میلیارد کمک برای جنوب آسیا اعلام کرده و افغانستان بسیار زیاد علاقه‌مند است که بتواند قسمتی از کمک‌ها را به کشور جهد. و همچنان افغانستان می‌خواهد که با چین از طریق دهلیز واخان ارتباط خود برقرار کند. رئیس جمهور در دیدار با بازرگانان افغان در چین گفته است برای سهل‌سازی پاسپورت‌های تجارتی و نیز گسترش کار بازرگانی با مقامات بلندپایه چینی گفتگو کرده است. آنان بر حل مشکلات بازرگانان افغان نیز تاکید کردند. آقای محمد اشرف غنی به بازرگانان گفته است برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری فرمان بررسی قوانین بازرگانی را داده است. من سبا ډیره غټه غونډه لرم د چین د سوداګرو سره، دغه د چین صدر اعظم د افغانستان رئیس جمهور شرکت کوي، زموږ اقتصادي وزیران او د چین ډیر سرمایه داران دلته را دعوت شوي دي. علاوه د رسمي محفل نه به دلته مچمی کیږي او په دې باندې به خبرې کیږي چې کوم فرصتونه هلته موجود دي او څنګه موږ پارټنران پیدا کولی شو چې هلته په افغانستان کې مشترکه سرمایه گذاری وکړي. قرار است روز جمعه نشست سران کشورهای قلب آسیا در شهر بیجینگ چین در حضورداشت رئیس جمهور افغانستان، صدر اعظم چین و اعضای کشورهای عضو قلب آسیا برگزار شود. چین از جمله کشورهایی است که افغانستان نسبت به کالاهای وارداتی آن بسیار ضرورت دارد. حالا افغانستان صفحه تازه از روابط بازرگانی، سیاسی و اقتصادی را گشوده است. دیده شود این روابط چه گامهای تازه عملی برداشته خواهد شد. فرشاد صالح، آریانا نیوز، بیجینگ. و برای دریافت تازه ترین جزئیات از سفر رئیس جمهور به کشور چین اکنون همکارم احمد فرشاد صالح به استودیو وصل هستند و تازه ترین رویدادها را از فرشاد صالح میپرسم. فرشاد، امروز سومین روز سفر اشرف غنی احمدزی به چین هست، تا این ساعت روی چه صحبت هایی داشتن و حرف های تازه تا این ساعت چی بود؟ سلام، شب شما بخیر. امروز رئیس جمهور افغانستان در یکی از شهرهای چین که دورتر از پایتخت کشور به نام چین است اونجا سفر داشتن و از یک شهری که نمونه از رشد و رشد اقتصاد متوسط اونجا و عنوان یک شهر بود
دیدن کنم که در ظرف 10 سال اونا تلاش کرده بودن که شهر به گونه الگو در چین بازسازی بکنن و بلندمنزل ها و ساختمان هایی که به معیار جهانی پاشا دیدار کرده بودن. اما چه بسیار مهم از فردا نشست سران به آسیا است که در چین در پایتخت چین به بیجینگ برگزار میشن و آماده ها برای برگزاری این نشست گرفته شده. قرار است این نشست رئیس جمهور افغانستان نخستین سخنرانی خود را در روز اول این نشست بیان بکنه در حضور داشت رسانه های بین المللی و افغان خبرنگارانه که ما در این کاروان هستیم و روی محورهای اقتصاد و سیاست منطقه و حل مشکلاتی که در منطقه وجود دارد بیشتر این کنفرانس به این موضوعات خواهد پرداخت. یکی از اون موضوعات هم مشکل حل بحرانهای موجود افغانستان است که از رهگذار منطقه چگونه میتون مشکلات های کنونی افغانستان را برطرف کرد. پس از اون هم رئیس جمهور با شماری از تاجران و بازرگانان افغانستان و چینی دیدار خواهد کرد و برای گسترش روابط میان افغانستان و چین از رهگذر اقتصادی و آن هم با بازرگانان گفتگو و صحبت های خواهد داشتن. در اونجا هم یک نشستی هست. پس از اون هم رئیس جمهور شام روز جمعه به طرف افغانستان حرکت خواهد کرد و دوباره به کابل مواصلت خواهد کرد. حالا فرشاد، مهمترین دیدار آقای اشرف غنی احمدزی امروز با کیها بوده؟ خب امروز رئیس جمهور با دیدار رسمی با بازرگانای افغان برای نشستی که قرار است فردا بازرگانای افغان با بازرگانای چینی داشته باشند آمادگی ها در ارتباط گرفته شده و فردا این نشست ها برگزار میشه. سپاسگزار از خود احمد فرشاد صالح همکارم از بیجینگ چین برای جزئیات بیشتر با ما بودن و در مورد سومین روز سفر آقای اشرف غنی احمدزی به چین جزئیات تازه را ارائه کردن. یک بار دیگر سپاسگزار و حال هم می‌پردازیم به ادامه خبرها. بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی افغانستان از جمله نامناسب ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری شناخته شده است. در این گزارش که 189 کشور جهان مورد سروی قرار گرفته است، افغانستان در رده 183 جای یافته است. بر بنیاد این گزارش افغانستان بدترین کشور آسیایی برای سرمایه گذاری معرفی شده است. وزارت مالی کشور نیز با تایید این گزارش میگوید فراروی سرمایه گذاری در افغانستان چالش های گوناگون وجود دارد. بانک جهانی هر سال جدول کشورهای مناسب و نامناسب برای سرمایه گذاری را منتشر می کند. در گزارش امسال بانک جهانی، افغانستان بدترین کشور برای سرمایه گذاری در آسیا معرفی شده است و سنگاپور برای نهمین سال به عنوان بهترین کشور برای سرمایه گذاری در صدر این جدول قرار گرفته است. مصطفی مستور معین وزارت مالیه می گوید در برابر سرمایه گذاری در کشور مشکلات گوناگون وجود دارد. آقای مستور گزارش بانک جهانی را تایید می کند. در همین حال اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا نسبت به صحت این گزارش تردید دارد، اما میپذیرد که سال گذشته میزان سرمایه گذاری از بحران سیاسی در کشور متاثر شده بود. طی سالیان اخیر بانک جهانی برای آوردن اصلاحات در بخش سرمایه‌داری با افغانستان همکاری دارد، اما با وجود این همکاری هنوز افغانستان نتوانسته که در میان کشورهای مناسب برای سرمایه‌گذاری قرار گیرد. بانک جهانی در سروی امسال در میان 189 کشور جهان 10 شاخص را در معیار قرار داده است که افغانستان در رده 183 قرار گرفته است و سال گذشته نیز افغانستان در میان 185 کشور در جایگاه 182 قرار داشت. کاندیدان برنده انتخابات شوراهای ولایتی هفته آینده مراسم تحلیف به جا می‌آورند. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید پس از اجرای مراسم تحلیف این شوراها 15 روز وقت دارند تا پس از انتخابات میان اعضایشان 2 را به مجلس سنا معرفی کنند. شریف لاویان با جزئیات بیشتر این خبر. محلی اداره
بالاخره انتظارها به پایان رسید و تاریخ تحلیف اعضای برنده شورای ولایتی کشور مشخص شد. فرید مامونزای معین پالیسی ارگانهای محل روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مراسم تحلیف اعضای شورای ولایتی در تمام ولایت‌ها از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. در لس ولایتونه در روان چهارشنبه نه در تحلیف مراسم ترسره کیږي. قانون کې که پیشبینی چې ورته شوې ده چې په 15 ورځو کې دی باید بیا داخلي انتخابات ترسره کړي، دوه داخلي انتخابات ترسره کړي. دا موږ پریښي دي ولایتي شوراګانو ته خپله چې په راس کې د ولایتي شوراګانو موجوده رئیس د هر ولایت او د حکومت په نمایندګۍ باندې یا د رئیس صاحب جمهور په نمایندګۍ باندې د ولایت مقام محترم والي صاحب هم ورسره ملګری واوسیږي. امیدوار یم چې په روان دو هفتو نه ونیسه تر څلور هفتو پورې د تحلیف مراسم انشاءالله تکمیل شي. آقای مامونزای گفت پس از اجرای مراسم تحلیف این شوراها 15 روز وقت دارند تا پس از انتخاب میان اعضایشان دو تن را من حیث عضو هیئت اداری و سناتور به مجلس سنا معرفی کنند. اما رئیس انسجام شوراهای ولایتی این روند را به خاطر نبود یک کارشیوه انتخاب این دو تن با مشکل روبرو می داند. تا چهارشنبه آینده توقعی می رود که طرز العمل انتخابات هیئت اداری و همچنان انتخاب یکی از اعضای شورای ولایتی به حیث سناتور او تهیه شود و به اساس او انتخابات صورت بگیرد. به اساس نتایج اعلام شده انتخابات شورای ولایتی 458 تن برنده این انتخابات اعلام شدند. در این میان 97 تن آن خانم می باشند. یک سرباز پلیس توسط یک شخص ناشناس در ساحه پل چرخی شهر کابل کشته شد. خانواده مقتول میگوید نقیب الله 21 ساله در قندهار اجرای وظیفه میکرد و برای رخصتی به کابل آمده بود. به گفته آنان فرزندشان توسط زورمندان کشته شده است. خواستیم نظر مسئولان امنیتی را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. شب 9 بجه شب میشه دروازه تختخ شد داخل اولی کشتن در بیرون سرک در سرک یام ضربه کردن قید توفنگ چپ پنج دونه مرمی سی دونه در قلبش کرده دید یکی جای سینش کرده یکی جای بغلش کرده یه طرف یعنی زورمنده و یه طرف یعنی مردم های زورمند بوده که اولاد ما مسکین غریبه به یال رسانده. اکنون توجه کنیم به خبرهای خارجی که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده است. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید روابط اقتصادی با چین به نفع رشد اقتصاد افغانستان است، اما اعضای این اتاق از رئیس جمهور غنی میخواهند که در رابط با چین باید روی رشد تولیدات و صادرات افغانستان توجه بیشتر شود. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به چین، شماره از اعضای اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگویند حضور اقتصادی چین در افغانستان به نفع این کشور است. آنان یادآور می‌شوند که در این روابط باید توجه بیشتر روی سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان صورت گیرد تا این کشور از یک کشور استفاده کننده به یک کشور تولید کننده مبدل شود. کمونگا در چین در تجارت در رونق به خاطر باندې په افغانستان کې دغه سره قرارداد وکړو، نو دا به زمونږ د اساس سند چي دا به هم د منځه وسی. زمونږ خواسته یا غوښتنه هم دا و چې مونږ ټول دنیا ته اعلان وکړو چې په هر برخه کې دوی سرمایه‌گذاری کوي، راځي چې په افغانستان کې سرمایه‌گذاری وکړي، د افغانستان د کاریابۍ لپاره یا د اقتصاد حمایت په خاطر یا خپل د افغانستان د مخ په وړاندې یا د ترقی په خاطر باندې د یو مثبت رول لوبولی شي. اعضای این اتحادیه همچنان خواستار یک استراتژی روشن برای حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستانند. په افغانستان کې یو پالیسی اقتصادي جوړ شي، کم مکلفه چې دغه په مقابل کې وزارت تجارت هغه باید ادا کړي، کم دغه په مقابل کې چې مسؤلیت د وزارت مالی هغه باید ادا کړي، کم چې د وزارت اقتصادي هغه باید ادا کړي، دغه نه ورسته یعنی د خلک راضي په افغانستان کې سرمایه‌گذاری. این در حال است که افغانستان و چین در دو روز گذشته 4 سند همکاری را امضا کردند که به اساس آن روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان تقویت خواهد شد. و حالا هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی، یک درهم امارات 15 افغانی و 50 پول،
1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 559 افغانی. رضا حیوازیشی را همکارم علی کاظمی تقدیمتان میکنم. بفرمایید آقای کاظمی. تشکر سلام خدمت شما و خدمت شما بیننده عزیزم. همچنان خبر حیوازیشی هم باز وقتی کنم. با سلام مجدد، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. سمینار آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت مربیان و ورزشکاران تکواندو ITF از سوی انجمن تکواندو کاران ITF کشور با اشتراک 8 باشگاه پایتخت برگزار گردید، اما فدراسیون ITF افغانستان برگزاری همچو گرد همایی ها بدون هماهنگی را غیر قانونی میخواند. گزارش داریم که میبینیم. او وعده هایی را که رئیس فدراسیون تکواندو ITF با ما کرده بودن و در ساختن وقتی که مسائل انتخابات شد و شخصا ما خودم آنقدر که کمک کردم، اما ناجوان مردانه بگویم با وعده های خود وفا نکردن. از سوی دیگر شعیب رحمانی رئیس فدراسیون ITF کشور فدراسیون را بی خبر از این برنامه دانسته می گوید. دوستایی که هده های خارج از امکانات کردن اینا پروگرام های شخصی داشتن که به عنوان پروتکل امضا شود که در انجمن ما کسی دخالت نکنه، اما خلاف قانون است. ITF یکی از سبک‌های معتبر تکواندو در جهان است که دوگانگی در نهاد بین المللیش باعث بروز مشکلات اصالت در جهان و افغانستان گردیده است. و اینکه نخستین ورزشگاه معیاری در ولایت پکتیا ساخته شد و آغاز به کار کرد. این ورزشگاه که از سوی آمریت ورزشی پکتیا و همکاری آلمان در ولسوالی سمکنه این ولایت ساخته شده است، با گنجایش بیش از 9000 تماشاچی در یک زمان از بزرگترین ورزشگاه های کشور به شمار می رود. ورزشگاه مذکور با بیش از $1,000,000 هزینه برای رشته های فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال و دوش آماده شده است. سرپرست ولایت پکتیا کمک های آلمان را قابل قدر دانسته، همکاری در راستای ورزش را گام نیک می خواند. در همین حال ولسوال سمکنه از معارف می خواهد تا ترویج ورزش در این ولایت سهیم باشند. و حال وضعیت آب و هوای کشور با هم کنم. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 9. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. و سرانجام غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4 پیش بینی شده است. از همتون به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شبتان خوش. خداوند نگهدارتان. تا لحظات دیگر هم بیننده پس از خبر با همکارم تا نیم ساعت دیگر از آریانا نیوز باشید. شبتان خوش.